به نام خداوند پاک و بخشنده آرزو دارم جور و سعدمند باشین. شاگردای از نازنین تشکر که در سار تقیب میکنین. از خداوند متعال استدعا دارم که هر لحظه کل ما و شما را شامل عبادت داشته باشه و توفیق بیشتر بده که خدمت هم دیگر کنیم و اما تو به پیش بریم. درس بیولوژی صنف هفته میبینین، درس دهم رسیدیم، فصل هفتم کتاب و این درس برای شاگردای صنف 7 8 9 10 11 12 و شاگردای کنکوری است. شاگردای نازنینم در درس دهم فصل هفتم عنوان داریم ایکولوژی. شما میفهمید که موجود زنده در یک محیط باید زندگی کنه. محیط ها فرق میکنه، بعضی موجودات در جنگل، بعضی ها در آب، بعضی ها در خشکه، بعضی ها در مناطق گرم، بعضی ها مناطق سرد. اینمی ارتباط موجود زنده و محیطش کل از اینا در عنوان ایکولوژی مورد بررسی قرار میگیره. یعنی ایکولوژی علمی است که ارتباط موجود زنده و محیطش مطالعه میکنه. ببین که ما و شما بخوانیم که چی گفته. موجودات زنده به تنهایی زندگی کرده نمیتونن، ولی میفهمیم در خلا زندگی نمیتونن و تنها زندگی نمیتونن. موجودات با همدیگه ارتباط داره. موجودات زنده با هم و با محیطشان در ارتباط هستن، هم بین هم. فرض مثال انسان بودن، حیوانات زندگیش نمیتونن. حیوانات هم در زنجیر غذایی که به دیگه خود ضرورت دارن. خب بعضی موجودات زنده غذای موجودات زنده دیگرن. فرض مثال گوسفند غذای ما و شماست یا غذای گرگ است. آهو غذای شیر. بین موجودات زنده و محیط غیر زنده ارتباط وجود دارد. علمی که رابطه بین موجودات زنده و محیط زیستشان را مورد بررسی قرار می دهد به نام ایکولوژی یاد می شود. ایکولوژی از دو کلمه گرفته شده. ایکوس به معنای محل و باش یا محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن و آگاهی یافتن است، یعنی آگاهی یافتن از محیط زیست. با مطالعه این فصل شما ایکوسیستم، عوامل یا فاکتورهای ایکوسیستم و ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده ایکوسیستم را میشناسید و تعریف کرده. در ایکوسیستم دو قسمت داریم، یک قسمت زنده است که انسان و حیوان و نبات است، یکی هم غیر زنده است که آب و خاک و آفتاب و ایناست. بنابراین دوستای نازنین فهمیدیم ایکولوژی علم مطالعه موجودات زنده است، علم مطالعه موجود و محیطش و ارتباط بین موجودات. بنان یک سوالک بر شما میارم که ایکولوژی چیست؟ ایکولوژی چیست؟ شما میگین ایکولوژی علمیست که موجود زنده و محیطش، ارتباط موجودات زنده با همه مورد بررسی قرار میدهد. انشالله که تا اینجا دیگه مشکلی نداریم. شما در این تصویر میتونین یک ایکولوژی یا ایکوسیستم ببینین. ایکوسیستم ببینین که این نباتات است، حیوانات است، محیط خشک و محیط زنده و غیر زنده را شامل شده. بنان ایکولوژی را فهمیدیم. خب بیاین که ایکوسیستم را بخوانیم چی است. میگه شما به این شکل توجه کنین، این به این شکلی که در اینجا است، شما آب میبینین، ماهی ها را میبینین، بقر را میبینین، نباتات داخل آب را میبینین، علزون را میبینین و امثال هم. اینمی یک نمونه ایکوسیستم آبی است. یعنی ایکوسیستم دوستای نازنینم به دو بخش در اول میتونیم تقسیم کنیم، ایکوسیستم خشکه و آبی، که باز خود آبی دو نوع است. یکی آب بحر است که آب شور برش میگیم، یکی آب شیرین یا آب تازه میتونیم برش بگویم. آب تازه. خب ایکوسیستم یک محیط آبی را میگه در این شکل میبینیم که موجودات زنده مانند نباتات، الجی، بقم، ماهی، الزون و دیگر موجودات کوچک زندگی میکنن. همچنین موجودات غیر زنده را میگه در اینجا میبینین ریگ از سنگچل از سنگ هاست که بالای موجودات زنده این محیط تاثیر داره. در واقع ایکوسیستم اینه میگه نشان میده موجودات زنده و غیر زنده این حوض با هم ارتباط دارن. مجموعی موجودات زنده و غیر زنده یک محیط که با هم در ارتباطن به نام ایکوسیستم یاد میشه. علم مطالعه ایکولوژی است و خودش چی است؟ ایکوسیستم است. مجموعی موجودات زنده و غیر زنده. مجموعی موجودات زنده و غیر زنده یک محیط که با هم ارتباط دارن به نام چی یاد میکنیم؟ ایکوسیستم یاد میکنیم. بنان شاگردای گرانقدرم یک سوالک خدمت شما تقدیم. ایکوسیستم چیست؟ سیستم
ارتباط موجودات زنده و غیر زنده است. این شاگردای نازنین، انشالله ایکوسیستم ما و شما فهمیدیم. خب در یک ایکوسیستم موجودات زنده مختلف با هم ارتباط دارند و با هم زندگی میکنند. ایکوسیستم دو نوع است، یکی ایکوسیستم خشک است مانند جنگل و دشت و کوه، یکی هم ایکوسیستم آبی است مثل جهیل های طبیعی و مصنوعی که این بعضی جا را انسان جور کردن، بعضی جا بوده. مثلا یک بند آبی یک ایکوسیستم آبی مصنوعی است، دریاها، بحرها، در شهرها ممت یک ایکوسیستم خشکی مصنوعی است که انسان ساخته، دریاها و غیره. بنان یک سوال آورده بودیم که ایکوسیستم چیست؟ سوال دیگه خدمت شما تقدیم است که ایکوسیستم چند نوع است؟ تشریح کنید. چند نوع است؟ تشریح کنید. این شاگرده گران قدرم، ایکوسیستم دو نوع است، ایکوسیستم آبی، ایکوسیستم خشکه. ایکوسیستم خشکه مثالش جنگل و دشت و کوه و صحراست و ایکوسیستم آبی هم دریا و بحر و چشمه و امثال هم. خب شاگرده نازنین، اینجا دیگه چیز نداریم، ما و شما فهمیدیم. عوامل و یا فاکتورهای ایکوسیستم، چی فاکتورها در ایکوسیستم شامل است؟ قبلا متذکر شدیم در یک سیستم بین موجودات زنده و محیط فیزیکیشان یعنی مواد غیر زنده ارتباط وجود دارد و یکدیگر بالا یکدیگر اثر میگذارند. تمام این تاملات و تاثیرات به نام عوامل یا فاکتورهایات میشن. به صورت این فاکتورها دو نوع از دیگر فاکتورهای ایکوسیستم دو نوع است، یکی فیزیکی یا غیر زنده، یکی بیولوژیکی یا زنده. بنان سوال میارم، فاکتورهای ایکوسیستم چند نوع است؟ چند نوع است؟ فاکتورهای ایکوسیستم شاگردای نازنین دو نوع است، زنده و غیر زنده، فیزیکی و بیولوژیکی. ما تا اینجا که ایکولوژی را فهمیدیم، علم مطالعه موجود زنده و محیطش. ایکوسیستم را فهمیدیم، ارتباط موجود زنده و محیطش. انواعش را فهمیدیم، دو نوع، آبی و خشکه. و عوامل تاثیرگذارش یا فاکتورهایش را خواندیم، دو نوع است، یکی فیزیکی یکی بیولوژیکی. اول بین که عوامل فیزیکی یا غیر زندهش بخوانیم، عبارت از نور، آب، حرارت، هوا، خاک. خاک است، آفتاب است، آب است، حرارت. هم دیگه نمی خود آفتاب نور و حرارت برای ما تولید میکنه. نور یگانه منبع انرژی نور آفتاب است، یعنی کل انرژی از نور آفتاب مشتق شده در زمین. دوستای نازنینم، اگر شما از نبات، از حیوان، از هر جا انرژی به دست میارین، او از آفتاب آمده. بعضن امروز خونه تا سولار سیستمایی دارین که مستقیما آفتاب به انرژی برتون به برق تبدیل میکنه، ولی که شما از دیگه منابع هم انرژی میگیرین، اونو انرژی است که چی کرده؟ نبات یا حیوان از آفتاب گرفته. نباتات سبز توسط عملی ترکیب زیایی قبلا تشریح کردیم که گلوکوز جمع آب میشه در موجودیت نور آفتاب و کلوروفیل و گلوکوز و اکسیژن تبدیل میشد استفاده میکنه. انرژی نوری را به انرژی کیمیاوی نباتات چی میکنه؟ نوری را به کیمیاوی تبدیل میکنه. مواد کیمیاوی تولید شده به شکل مواد غذایی از یک موجود زنده به موجود زنده دیگر منتقل میشد و فعالیت های حیاتی استفاده میشه. نبات سبز انرژی آفتاب به انرژی کیمیاوی تبدیل میکنه، موجودات دیگه نبات میخورن و همین ترتیب زنجیر غذایی ادامه پیدا میکنه. حرارت نیز یک فاکتور مهم و تاثیر کنند به ایکوسیستم است. حرارت تاثیر خاص بر موجودات زنده دارد مثل حیوانات خونسرد که در فصل زمستان و هوای سرد از فعالیت میمانند. ما حیوانات از این لحاظ به دو گروه داریم، خونگرم، خونسرد. خونگرم که حرارت بدنشان ثابت است مثل انسان زمستان و تابستان زندگی میتونند، اما خونسرد مثل بعضی حشرات که در هوای سرد فعالیت نمیتونن، به خواب زمستانی میرن. همچنان درجه حرارت بالای رشد نموی دانه های نباتی نیست تاثیر داره. در زمستان میبینین چیزی رشد نمیکنه، اما با گرمی رشد میکنه. بنان اتو بیاییم که بگیریم عوامل ایکوسیستم. عوامل ایکوسیستم دو نوع است، یکی فیزیکی یا غیر زنده، یکی بیولوژیکی یا زنده. باز در فیزیکی یکیش نور بود، یکیش هم چی است؟ حرارت است. یکیش هم آب است. بدون آب هم شما میبینین که نمیشه. آب فاکتور عمده ایکوسیستم بوده، بدون آن موجودات زنده به حیات خود ادامه داده نمیتونه. همچنین آب استاده دریاها، جهیلها، بحرها ایکوسیستم آبی را تشکیل میدن. و شما تا میفهمین آب با حیات ارتباط داره، اما تو که در قرآن کریم هم گفته شده و من الماء کل شیء حی است، آب زندگیانی است. و در سیارات هم شما میبینین دنبال حیات که میگردن دانشمندا، آب میپالن. اگر در یک سیاره آب بیافن میگه اوجه حیات وجود داره، که تا بالی کار نتانستن. بنان
فاکتور دیگه چی است دوستای نازنین ما؟ دیگه چی است؟ هوا. هوا گاز هاست، یک جزء مهم اکوسیستم است، مثل اتمسفر، مثل کاربن دای اکساید برای ترکیب زیایی ضرورت است. اکسیژن بر تنفس اجدوی یا تنفس ما و شما و تولید انرژی می است. بدون اکسیژن زندگی چه امکان نداره؟ 5 دقیقه اکسیژن نرسه می میریم. بادهای اتمسفر تخمه های نباتات از یک جا به جای دیگه منتقل میکنند، در گرد افشانی نقش دارند. بنان یک شام هواست. عامل دیگه دوستای نازنینم چی است؟ خاک است. در عامل فیزیکی یک شام چی است؟ خاک. جز مهم عوامل فیزیکی یا غیر زنده اکوسیستم بوده و در حقیقت محیط فیزیکی موجودات زنده می باشد. همچنین بسیار حیوانات در خاک لانه می سازند. از نباتات تغذیه میکنند که در خاک میروند. نباتات سبز مواد خام مانند آب و منرال را توسط ریشه از خاک جذب میکنند. بنابراین خاک خود چه یک بستر زندگی است برای ما. نباتات دور رشد میکنند، از غذا خود از خاک میگیرند توسط ریشه و امثال هم. بنابراین عوامل اکوسیستم دو نوع است، زنده و غیر زنده. در غیر زندهش نور، حرارت، آب، هوا و خاک شامل است. در زنده شاگردای نازنینم عوامل زنده، عوامل زندهش حیوانات و نباتات است که در یک اکوسیستم دخیل می باشد. هر اکوسیستم دارای 3 بخش مهم بیولوژیکی می باشد. یکی تولید کننده است، یکی مصرف کننده است، یکی هم تجزیه کننده است. تجزیه کننده، تولید کننده، مصرف کننده، تجزیه کننده. دقت کنین، عوامل اکوسیستم دو نوع بود، فیزیکی و بیولوژیکی. فیزیکیش آب بود، خاک بود، نور بود، حرارت بود، درست است؟ هوا بود. اینا عوامل چی بودن؟ فیزیکی. عوامل بیولوژیکیش عوامل زنده است که دو چیز دیگه شامل میشه، حیوانات و نباتات. حیوانات و نباتات شامل میشه. یک سوال برتان میارم، عوامل فیزیکی اکوسیستم کدام هست؟ کدام ها اند؟ فهمیدی؟ نگاه به خاک، نور و حرارت و هوا. اینالی عوامل بیولوژیکی به 3 بخش تقسیم میشه شاگردای نازنینم. یکی تولید کننده هاست، تولید کنندگان که نباتات سبز باشه، تولید کنندگان غذا را تولید میکنن. تولید کنندگان نباتات سبزن که غذای خود را توسط عملی ترکیب زیایی میسازن. نباتات مواد خام و مواد ضروری خود را از محیط میگیرن، مثل آب و منرال را از خاک توسط ریشه جذب نموده و کاربن دای اکساید هوا را از رای برگ میگیرند و در عملی ترکیب زیایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی یا مواد پخته تبدیل میکنند. نبات از ریشه آب و مواد معدنی را میگیره، از هوا در برگ خود کاربن دای اکساید میگیره، توسط کلروفیل و نور آفتاب را به گلوکوز و اکسیژن تبدیل میکنه. هرچند تعامل قبلا برتان گرفتیم، ولی خیر، دوباره برتان تعامل ترکیب زیایی را میگیرم. یک تکرار احسن میشه. این آب جمع کاربن دای اکساید، موجودیت کلوروفیل و نور آفتاب، در نتیجه تبدیل میشه به گلوکوز C6H12O6 جمع اکسیژن. یک جزش تولید کننده هاست. دوم شاگردای نازنین مصرف کننده هاست که حیوانات هستند. مصرف کننده ها نباتات تولید کننده است، حیوانات مصرف کننده است. موجوداتی هستند که غذای خود را از نباتات یا موجودات کوچک میگیرند. مصرف کننده گفته میشن و 3 نوع هستند. یکی اوتوتروف داریم، نباتات هستند. یکی هتروتروف داریم که از غذای تهیه شده مصرف کنندگان موجوداتی است که از غذاهای دیگر استفاده میکنه و 3 نوع است. مصرف کننده اولی مثل علف خوران، علف اوتوتروف است. گوسفند هتروتروف است، ولی مصرف کننده اولی گفته میشه که علف میخوره. باز مصرف کننده دیگه گوشت خور است که گوسفند میخوره، مثلا فکر کو پلنگ مصرف کننده دوم. مصرف کننده اولی یا علف خوران، این گروه موجودات از نباتات تغذیه میکنن، مانند خرگوش، گاو که مثال های از مصرف کننده اولی است.
دیگه مصرف کننده دومی داریم. این گروه موجودات از مصرف کنندگان اولی یا علف خوران تغذیه میکنند، مثل روبا که از خرگوش تغذیه میکند. خرگوش مصرف کننده اولی و روبا مصرف کننده دومی است، یا گوسفند اولی و گرگ دومی است. و بالاخره همه چیز خوران است. همه چیز خوران مثالش انسان است، کم علف میخورن هم گوشت میخورن. مصرف کننده اولی علف خور، از دومی گوشت خور. همه چیز خوران باز یعنی علف خوران، گوشت خوران، همه چیز خوران انسان. این گروه موجودات از نباتات و حیوانات تغذیه میکنن، مانند شادی و مرغ خانگی که هم گوشت و حشرات و هم نباتات را میخورند. انسان هم مثالش میتونه باشه. خب شاگردای نازنینم، مصرف کننده ها را فهمیدیم. سوم تجزیه کنندگان است. این شاگردای نازنینم، تجزیه کنندگان که اجساد تجزیه میکنن. اگر نه باز یک بدبختی بود. اینا رو شما از سر اینجوری که ببینید، شما میفهمید اکوسیستم دو نوع است، فیزیکی و بیولوژیکی. از غیر زنده و زنده. در فیزیکی آب و خاک و نور و حرارت و هواز، در بیولوژیکیش که در مجموع حیوانات و نباتات است و به سه گروه تقسیم میشن، تولید کننده که نباتات باشه، مصرف کننده که حیوانات است، و تجزیه کننده که موجودات خرد و باکتری هاست که اینا را تجزیه میکنن. تولید کننده مصرف کننده میتونه اولی و دومی باشه، که اولیش علف خور است، دومیش هم گوشت خور است. خیر ببینید شما، بنان یک سوال اکبرت میارم. عوامل بیولوژیکی ایکوسیستم را نام ببرید. خب بعدش هم میایم براتون میگم که تولید کنندگان چیست. شما این تولید کنندگان موجوداتی است که غذای خودشان غذا تهیه میکنن، مثل نباتات سبز. بعدش میگم مصرف کنندگان چیست. میگن موجوداتی است خودشان غذا ساخته نمیتونن، از غذای دیگر استفاده میکنن که میتونن مصرف کننده اولی باشن، دومی باشن و همه چیز خوران باشن، یعنی علف خار، گوشت خار و همه چیز خار. خب شاگردای نازنینم، انالی میم تجزیه کننده را میخوانیم. این موجودات انرژی خود را از مواد عضوی گندیده به دست میآورند. تجزیه کنندگان مولکول های عضوی مرده را توسط عمل کیمیایی پارچه نموده و به مواد عضوی ساده دیگر مبدل میسازند. بعد از پارچه شدن، کاربن دای اکساید آن به هوا و مواد عضوی آن به زمین باقی میماند. سپس نباتات دوباره از آن استفاده میکنند. باکتری ها مثالی از تجزیه کنندگان میباشد. در طبیعت دوران داریم. دوران عناصر، سعی کنیم. گوسفند علف خورد. انسان گوسفند خورد. انسان رشد کرد. انسان مرد. مرد دفن شد. باکتری ها انسان تجزیه کرد. پس علف سر قبرش سر زد، به اونجا آمد. پس گوسفند این چرخه است، عناصر دوره میکنه، مثل کاب بخار میشه پس میباره، دوره است. تجزیه کنندگان یک سوال برد میرم چیست. تجزیه کنندگان موجودات کوچکی هستند که اجساد تجزیه میکنن. مثالش باکتری هست. مثالش چی است؟ باکتری ها. خب تا اینجا این فهمیدیم ما و شما. گپ دیگر دوستای نازنین، ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده اکوسیستم است. شما میدانید که در محیط ما حولتان موجودات زنده و موجودات غیر زنده. آب، خاک، هوا غیر زنده است و زنده را فهمیده و بینشان به شکل دوامدار تبادله مواد صورت میگیرد. بر علاوه موجودات زنده که بین خود ارتباط دارند، با اشیاء غیر زنده مانند آب و هوا و نور و خاک نیز ارتباط دارند. این ارتباط اکوسیستم را به وجود می آورد. یعنی موجودات زنده هم بین خود ارتباط دارند، هم با محیط خود ارتباط دارند. که این امیره ما میتونیم در یک زنجیر غذایی تشریح کنیم. دقت کنید، نباتات از این سبب تولید کننده به شمار می روند که از مواد غیر زنده مواد غذایی مورد ضرورت خود را می سازند. به می خاطر میگیم تولید کننده. حیوانات از جمله مصرف کنندگان هستند که از نباتات تغذیه می کنند. همچنین بعضی حیوانات از حیوانات دیگر تغذیه می کنند. بعد از مرگ موجودات زنده، جسد آنها توسط تجزیه کنندگان پوسیده شده پارچه می شود و قسمت از این مواد دوباره به خاک علاوه می شود و نباتات از آن استفاده می کند. در حقیقت مواد در اکوسیستم بین موجود زنده و غیر زنده به شکل یک دوران جریان می نماید. پس گفته می تانیم که یک اکوسیستم بین موجود زنده و غیر زنده همیشه تبادله صورت می گیرد. بین زنده و غیر زنده همیشه تبادله صورت می گیرد. سعی کنیم خاک است.
از خاک نبات میرویه، نبات ترکیب زیایی میکنه، ای را حیوان میخوره، حیوان علفخوار. ای حیوان علفخوار، حیوان گوشتخور، حیوان گوشتخور یا همه چیز خوار. خواب ببخشید که اینجا علف اضافی دادم. گوشتخور. خواه حیوانات گوشتخور میمیرن، بعد از مرگشون اینا رو باکتریا تجزیه میکنه، باکتریا پس مواد به خاک میته، از خاک پس نبات. این می چرخه ادامه داره و میره دوران میکیم دوران. خب خربنان بین موجود زنده و غیر زنده همیشه ارتباط است. ببین که معلومات اضافی را بخوریم. DDT را گفته بعضی از موادی که در زنجیر غذایی وارد میشن خیلی خطرناکند. مثلا یک مثال آن پودر اشرکش یا DDT دای کلورو فکر میکنم دای فینایل ترای کلورو اتلین هم اتخاط به تالی فرمول اکش برتان میگیرم که بسیار خطرناک است و باعث مرگ موجودات زنده میشود. بر از بین بردن ملاریا و اینا DDT دوا در شرکش و این میتونه ایکوسیستم خراب کنه. امروز ایکوسیستم انسان خراب کرده، زمین حرارتش بالا رفته، از دست انسان تب کرده، راکتایی که جور میکنن، گازات که تولید میشه، حرارت زمین بالا رفته، خراب کرده. جمله یکی هم DDT است. DDT برای مدت زیادی در طبیعت و در بدن موجودات زنده باقی میماند. اگر این مواد داخل آب گردد میتواند داخل وجود مایی شده و از رای خوردن گوشت مایی داخل وجود انسان شود و برای انسان مضر است. از این سبب استعمال DDT در تمام جهان ممنوع قرار داده شده است. مگر از کیمیا یادم مانده باشه شاگردای نازنینم، انشالله که یادم مانده باشه. دای کلور و دای فینال ترای کلور و ایتان، یک کلور، دو کلور، سه کلور، یک هیدروژن، این اینجا یک فینال، یک کلور، این دیگه حلقه اینه میره به خیالم به نام DDT یاد میکنن. دای کلورو، دای کلورو، دای فینایل، دای فینایل، ترای کلورو، ترای کلورو، ایتان دو کاربونات، ایتان، اینجا مخفف کرده DDT. خلاصتاً بعضی موادی که ما انسان ها استعمال میکنیم اکوسیستم خراب میکنه. از جمله اینه این مواد جور کردن باعث شرکش و وقتی استعمال میکنن در دندایا بعضی وقتی را ماهی میگیره در وجود ماهی است، ما ماهی را میخوریم، بالاخره دوباره میتونه بر خود انسان خطرناک واقع شده که امروز مصرف شده جهان بند کردن. همانطور که گفته شد بعضی حیوانات از نباتات و بعضی دیگر از حیوانات تغذیه میکنن. خب یک شکل باز بر ما داده، خرگوش یک حیوان نباتخوار است. این خوار علف میخورده شاگردان نازنین و با خوردن نباتات مانند زردک انرژی مورد نیاز خود را به دست می آورند. روبا حیوان گوشتخور است که حیوانات کوچک مانند خرگوش را شکار می کند و با خوردن آن انرژی لازم برای زندگی را به دست می آورد. نبات علفخوار یا مصرف کننده اولی، مصرف کننده دومی. آنچه در شکل سی و اف می بینید یک زنجیر ساده غذایی است که ارتباط غذایی بین موجود زنده را در اکوسیستم نشان می دهد. زنجیر غذایی، در زنجیر غذایی هر موجود زنده را یک حلقه از زنجیر در نظر می گیریم. یعنی یک حلقه زنجیر است، اینی هم دیگه حلقه زنجیر است، اینی هم دیگه حلقه زنجیر است. خب اکنون زنجیر غذایی را در نظر بگیرید که در آن یک نبات مانند تربوز و دو حیوان مانند مرغ خانگی و روبا وجود داشته باشد. سعی کنید، تربوز است، تربوز مرغ میخوره، مرغ میخوره، مرغ چی میخوره؟ روبا میخوره. آنه اون هنرمند ما منگل هم یک خواندن داره که میگه موشه پشک میخوره، پشک سگ میخوره، سگ پلنگ میخوره، پلنگ و چون چطور میخوره، یک چرخه را بیان کرده. بنان اینه به این ترتیب است. خب و یک تصویره که دیگر هم بعضا شما شاید دیده باشین، یک گنجشک کس آمده مرچا را خورده، بعدش بازی گنجشک مرده و پس مرچا خورده، این طبیعت از دیگه کارش. خب میگه ایره در نظر بگیرین، روبا از مرغ خانگی و مرغ خانگی از تربوز تغذیه میکند که اینال روبا در زنجیر غذایی مصرف کننده دومی است و مرغ مصرف کننده
اولی است. مطالعه زنجیر غذایی نشان میدهد که بین حلقه های یک زنجیر با زنجیر دیگر ارتباط وجود دارد، یعنی بعضی از حلقه ها در زنجیر متفاوت و یکسان هستند. به این نوع ارتباط شبکه غذایی میگن، یعنی ارتباط غذا در اکوسیستم شبکه غذایی میگن. در شبکه غذایی دیده می شود که یک موجود زنده تا از چند موجود زنده دیگر خورده می شود. یک شبکه غذایی بنان یک سوال از شما پرسان میکنم، زنجیر غذایی چیست؟ زنجیر غذایی چیست؟ مثال میگه این ارتباط همی تغذیه موجودات است. یک مثالش هم مثلا علف میگیریم، گوسفند میگیریم، گرگ میگیریم، سعی میشه این دوستای نازنین اینجا یک زنجیر غذایی را بر ما نشان داده. اینجا اول علف است. علف هم موش میتونه بخوره، هم خرگوش و هم مثلا گوسفند. سعی است باز اینی روباس موش خورده چه خرگوشک خورده موش خورده و بر علاوه تنهایی را گرگ نمیخوره، این عقاب هم سرش آمده. سعیز این امثال از این هم جغ دست فکر میکنم دیگه بوم برش میگیم. حالی یک فکایی آماده ماد که کسی میگه یک تازی نمی بوما خریده بودی هم فقط سعی میکنه به نام توتی بس گفته بود چطور است توتی گپ میزنه؟ گفته بود نه گپ نمیزنه ولی ما گپ میزنیم بسیار به دقت سن مصاحبه میکنه دیگه. این هم توی زنجیر غذایی است یکی از دیگه خود استفاده میکنه. اینا دوستای نازنین خلاصه فصل هفتم رسیدیم. ایکولوژی ارتباط موجود زنده و محیط زیستش است. با مجموعه موجود زنده و غیر زنده اکوسیستم میگوییم. اکوسیستم از نظر محیط زیست دو نوع است، یکی خشک و یکی آب. اکوسیستم خشک مانند جنگل و دشت و غیره است. اکوسیستم آبی مانند آب ایستاده و جهیل و دریا و بحر است. عوامل یک اکوسیستم دو نوع است، عوامل فیزیکی یا غیر زنده مانند نور، آب، خاک، حرارت، هوا و غیره. عوامل بیولوژیکی یا زنده مانند حیوانات و نباتات است. نباتات یا تولید کنندگان انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل می کنند. حیوانات مصرف کننده به سه نوع است، مصرف کننده اولی یا علفخوار، دومی یا گوشتخور، سومی یا همه چیزخوار. تجزیه کننده ها از عوامل زنده اکوسیستم هستند که مواد عضوی را تجزیه می کنند. ببین که پرسش هایم شامل کنیم وقت داریم. اصطلاح های زیر را تعریف کنیم. ایکولوژی علمی است که ارتباط موجود زنده و محیط شما مطالعه می کنه. اکوسیستم ارتباط موجود زنده و غیر زنده است. تولید کنندگان عبارت از نباتات سبز است که از مواد خام، مواد معدنی و آب خودشان غذا تولید می کنند توسط عملیه فتوسنتز. مصرف کنندگان مواد است که خودشان غذا تولید نمی کنند، از غذای دیگه تولید استفاده می کنند. می توانند مصرف کننده اولی، دومی و همه چیز خوار باشه یا گوشت خوار، علف خوار و همه چیز خوار. از نگاه محیط زیست اکوسیستم دو نوع است، خشک و آبی. پنج عامل فیزیکی اکوسیستم را نام ببرید: آب، خاک، هوا، نور، حرارت. اجزای تشکیل دهنده اکوسیستم دو نوع، زنده و غیر زنده. یک اکوسیستم را ترسیم نمایید و اجزای آن را مشخص سازید. این یک کار شماست، یک نبات رسم میکنین، این یک شاخ نبات اینجا رسم میکنین. باشه که برگش هم سبز براتون بگیرم. درست است، یک نبات میگیرین، اینجا یک گوسفندک رسم میکنین، گوسفند رسم میکنین. خب دیگه ببخشین، رسم شما خودتان یک رسمه که مقبول کنین، گوسفند رسم کنین، گوسفندکی را میخوره. باز اینجا یک گرگ رسم کنین، این را دیگه نامش را نشته میکنین. یا مثل که گفته بود درس میداد، این مار گفته بود، استاد مار رسم کرده بود، سمد آقا از تو مار رسم کرده بود، باز شاگردارا میگفت مار ما مار است یا مار استاز مار است، ولی ما مینه گرگ برداشت کردیم. خب جمله های زیر را در کتابچه تان یادداشت کنین. حیوانات مصرف کننده غذای خود را حیوانات مصرف کننده غذای خود را میسازند، نه خیر غین نمیسازند. در اکوسیستم تجزیه کنند در سطح اول قرار داره. دوستای نازنین میشه بگیم در قایده هرم قرار دارن، اینا در خاک هستن. خب ولی سطح اول که بگویم ای باز زیاد تو جمله درست نمیه. سطح اول نباتات سبز است، خب باز میره میگیریم تجزیه کننده است داخل است، ولی در چرخه پس در میجمه است، خاک شروع میشه این پس در مقایده باز در صنفای با بالا. بخیر ما و شما هرم غذایی را میخوریم، در اونجا در این مورد گپ میزنیم. در یک اکوسیستم ارتباط بین فاکتور فیزیکی و غیر زنده و فاکتور زنده موجود است. بله موجود است و دائما اولین حلقه هر زنجیر غذایی یک موجود است که عملی فتوسنتز را انجام میده. بله اولین حلقه نباتات سبز است. خب دوستای نازنینم فصل هفتم فهمیدیم، همینجا درس ما را توقف میتیم. باز در درس دیگه بخیر سر فصل هشتم صحبت خواهد کردیم. از توجهتان سپاسگزار هستم. شب روز خوش داشته باشید.